سلام، چطورین بچه‌ها؟ به به، سال نوتون مبارک. بالاخره سال 1402 شمسی با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش جاشو به سال 1403 داد و یه بار دیگه ما ساکنین سیاره زمین با سرعتی حدود 107000 کیلومتر بر ساعت سوار بر سفینه فضایی خودمون، بعد از حدود 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه دوباره رسیدیم به نقطه شروع فصل بهار. به این نقطه شروع میگیم اعتدال بهاری، یعنی زمانی که طول روز و شب با همدیگه برابر باشه. از این لحظه به بعد برای ما ساکنین نیمکره شمالی کم کم طول روز بیشتر میشه و طول شب کمتر میشه. بله، درست شنیدید، برای ما ساکنین نیمکره شمالی، یعنی کشور خودمون ایران، اروپا، شمال آفریقا، شمال آمریکا و این کشورها طول روزشون بیشتر میشه. برعکس اگر بریم به نیمکره جنوبی، مثلا کشورهای استرالیا، نیوزلند، آمریکای جنوبی، اینها کشورهایی هستند که از این لحظه به بعد طول شبشون اتفاقا بیشتر میشه و اونا وارد فصل سرد سال میشن و ما وارد فصل گرم سال. بگذاریم، این داستان چرخش سیاره شگفت انگیز ما به دور خورشید هستش که از میلیون ها سال پیش اتفاق افتاده و قراره تا میلیون ها سال آینده هم ادامه داشته باشه، که با محاسبه پیچیده اتفاقا به خصوص دانشمندان ایرانی از صدها سال پیش انجام شده و ما متوجه شدیم که نقطه دقیق شروع فصل بهار کی هستش، همون اعتدال بهاری. با اینکه فکر میکنم بیشتر از 90% کشورهای دنیا همین الان دارن از تقویم میلادی استفاده میکنند و چقدر خوب میشد که ما هم از تقویم میلادی حداقل توی مناسبت‌های سیاسی و اقتصادیمون استفاده میکردیم و ما دو روز تعطیل، اونا سر کار، اونا دو روز تعطیل، ما سر کار. این باعث یه ناهماهنگی عجیبی میشه که خب مشکلاتی رو هم از نظر فکر میکنم سیاسی و اقتصادی ایجاد میکنه. اما همین لحظه هم که داریم با هم صحبت میکنیم، خفن‌ترین و دقیق‌ترین تقویم دنیا همین تقویم هجری شمسی است که بر اساس چرخش سیاره زمین به دور خورشید داره محاسبه میشه و تقویم قمری که کاملا مشخصه، یه تقویمیه که خب دقیق نیست اصلا و مدام داره در طی سال جابجا میشه، اما تقویم شمسی واقعا دقیق ترین تقویم حال حاضر در دنیا هستش که خب اصلاح شده به مرور زمان و الان شما میتونین با یه محاسبه ساده متوجه بشین که سال آینده دقیقاً کی اتفاق میفته. این خیلی جذابه. حالا از همه اینا گذشته، آیین نوروز باستان از هزاران سال پیش در سرزمین مادری ما جشن گرفته می شده. بچه این واقعا ارزشمنده، یعنی صدها سال پیش، هزاران سال پیش که خیلی از کشورهای امروزی وجود خارجی نداشتند و حتی کسی اونجا زندگی نمی کرد، ما تمدن باشکوهی داشتیم و به استقبال شروع فصل بهار می رفتیم. این فوق‌العاده است به نظر من، قدرش رو بدونیم و امیدوارم که این سنت دیرینه همینطور که از اجداد و نیاکانمون به ما ارث رسیده بعد از اینم ادامه داشته باشه و به نسلهای بعد منتقل بشه. همونطور که میدونین داستان فراتر از این حرف هست که من اینجا بشینم تو 2-3 دقیقه براتون از آیین اجداد و نیاکانمون از نوروز باستان صحبت کنم. به خاطر همین اگه علاقمند هستین، من قبلا 2 ویدیوی آموزشی ضبط کردم در برنامه اسرار کیهان که حتما لینکش رو براتون این بالا میذارم. یکی در مورد تاریخ نجوم در ایران باستانه که توی اون تا حدودی در مورد رابطه نجومی نوروز صحبت کردیم و کتیبه‌های هخامنشی که همین الان در تخت جمشید وجود دارن و برنامه دیگه هم در مورد گاه شماری هستش که اونم لینکش رو میذارم. بیشتر اونجا در مورد تقویم‌ها صحبت کردیم، به خصوص تقویم هجری شمسی و تکامل پیدا کردنش که حالا اگر خواستین برین حتما اون برنامه‌ها رو هم تماشا کنین. سال نوتون رو از ته قلبم بهتون تبریک میگم و امیدوارم امسال یکی از بهترین سالهای زندگیتون باشه و کلی اتفاقهای خوب و شاد و خفن براتون بیفته. و اول سلامتی، دوم سلامتی، سوم سلامتی و بعدش جیب پر از پول و همینجوری سر تا پاتون طلا بباره. یه چیز دیگه هم میخواستم بهتون بگم بچه ها، اگر شما هم مثل من کار عقب افتاده ای دارین که مدام منتظر یه فردایی بودین که انجامش بدین، الان بهترین وقته. شروع سال جدید، روزهای ابتدایی بهاره و الان، همین الان که دارین این ویدیو رو میبینید، میتونه همون روزی باشه که
کلی منتظرش بودیم. قول بهتون میدم اگر فقط روزی نیم ساعت تا یک ساعت برای این قضیه، این هدفتون وقت بذارین، اسفند همین امسال به این هدف قشنگتون رسیدین. یا اگر زمان بیشتری رو احتیاج داره هدفتون، حداقل اسفند سال 1403 نصف ماجرا رو جلو بردین و از این بابت کلی خوشحالین. اما شروع سال جدید، جدا از نوروز و آیین‌های سنتی و باستانیمون، یه دستاورد جذاب دیگه هم برای من داشت. اون هم شروع به فعالیت کانال علمی جزیره بود. خب امسال 2 سال رو ما پشت سر گذاشتیم و وارد سال سوم فعالیت کانال جزیره میشیم. حالا به موقعش بچه ها درد دل باهاتون میکنم و یه سری حرف رو میزنم. رشد فعالیت های علمی تو کشور ما خیلی دشواره. همه جای دنیا فکر میکنم اینطوری باشه، اما حالا تو جایی که ما زندگی میکنیم یه خورده این بیشتره، به 1001 دلیلی که خودتون بهتر از من میدونید. ولی من کم نیوردم، کوتاه نیومدم، هرچند یه جاهایی واقعا ناامید شده بودم، اما به لطف حمایت های شما جلو اومدیم و همین الان که با هم صحبت میکنیم من خوشحالم که بعد از 3 سال 2200 رفیق گل دارم که از من حمایت کردن با انتقاداتشون، با پیشنهاداتشون، باعث رشد کانال جزیره شدن و شک ندارم تا آخر سال تعدادمون نه تنها 2 برابر، شاید 3-4 برابر هم بشه. الان کانال یه خورده ظاهره بیشتر نجومی به خودش گرفته، ولی خب برنامه های دیگه هم تو این سال خواهیم داشت، از سیاره شگفت‌انگیز که یه برنامه در مورد طبیعت و زیسته تا برنامه مثلا دکه که توش میایم راجع به مجله های قدیمی علمی صحبت میکنیم، میایم اینجا با هم دیگه میخونیم 4 تا مطلبشو، کتاب معرفی میکنیم، کتاب های خاص و علمی که من خوندم، تجربه‌مو در اختیارتون میذارم، شما هم اگر دوست داشتین مطالعه کنین. اما جدای همه اینا، باز خیلی از بچه‌ها از من سوال میکنن که کلاس نجوم چی شد؟ 13 جلسه منتشر شد، بقیه‌اش ناتموم. قول بهتون میدم بعد از 1 سال و اندی حتما قسمت 14مش هم منتشر میشه و خیلی دوست دارم زودتر 100 قسمت از آموزش نجوم رو تموم کنم و بذارم توی کانال. هر کسی هر جای دنیا سر به هوا شد و دل باخته ی آسمان شب شد، بیاد بشینه کلاس نجوم آماتوری رو به زبان ساده و تو محیط جذابی یاد بگیره. و بچه‌ها اینم بهتون بگم، واقعا کار سختیه تولید محتوای علمی، اصلا کار ساده ای نیستش. و اینم بدونید که من نتیجه 18 سال تدریس نجوم خودم رو دارم در اختیارتون میذارم. بخاطر همین هرچی که بلد باشم و بدون هیچ چشم داشتی براتون میذارم محتواشو که شما هم اگر دوست داشتین یاد بگیرید و فقط بگید دمت گرم که اینو به ما یاد دادی. همین برای من کفایت میکنه. برنامه‌های جذاب دیگه هم داریم. راستی یه برنامه هم هستش، یه چند تایی ازش منتشر شد تحت عنوان سفرهای علمی. سفرهای علمی راستش خلاصه یه سفر جذابتره که من توی یه کانال شخصی که دارم، youtube.com/sayed SAAEED، لینکش رو براتون میذارم این پایین. اگر دوست داشتین و اهل ماجراجویی تو سفر هستین، حتما تو اون کانال هم عضو بشید. این لینکش الان این پایینه. بریم ببینین و اونجا یه ذره خودمونی تریم، یه ذره از این حالت علمی میایم بیرون، یه ذره با هم دیگه راحت‌تر صحبت میکنیم، میریم بخش‌های مختلف، جاهای مختلف سیارمون رو میبینیم و کنکاش میکنیم. بازم سال نوتون مبارک، امیدوارم کلی اتفاقای خفن براتون بیفته. مراقب خودتون باشین، به زودی میبینمتون. ارادتمند.